سلام بچه، حالتون چطوره؟ اینجا امدیو من نیکنم. از غذا یه سری خبر اومده، خیلی اخبار داغیه و اومدم این دفعه بررسی و تکمیلش کنم. از نووی اسپایدرمن نووی هم بچه ها به این ور کلن یه سری اخبار و رسانه و یه سری شایعه رو خیلی بیش از حد داغ کرده بودن، از حضور اسپایدرمن توی مگوایر تو فیلم دکتر استرنج گرفته تا حضور دوباره اندرو گارفیلد و هزار تا کراسوورای دیگه که بچه قراره بهش بچسبونیم. موضوع این ویدیو هم بچه در باره کراسوورایی که قراره با اسپایدرمن اتفاق بیفته هسته، شخصی که قراره در کنار اسپایدرمن رو ببینیم، چه اسپایدرمن، چه زمانی، چه تایمی، اینا همه اینا رو مسلمان همه تو فضای مجازی و رسانه شنیده بودید. اما خب قطعیتش رو الان اومدم بهتون قشنگ ثابت کنم و بهتون ببینیم داستان چقدره و اینکه ببینیم اسپایدرمنای ما قراره با کیس کراسوور بدن دیگه. فقط بچه ها خیلی خوشحالم چون قبل اینکه ویدیو رو استارت کنیم چنل رو ساب بزنید، زنگ ویدیو رو هم یادت نره، ساعت هم نمیخوام زیاد در بیارم، برو بریم کار استارت کنیم. خب گایز، بریم از نووی هوم به این بر، از فیلم دکتر استرنج به بعد بخوام واسه شروع کنم. فیلمی که تونست بچه ها هنوز هم که کیفیت خوبش نیومده دیگه، یک تیم میاد تونست یه سری شایعه و یه سری و وهمایی که ما تو فکرمون داشتیم و یه سری شکایی که داشتیم رو برطرف کنه و یه سری چیزا هم حتی واسه آینده مارول مشخص کنه که این فیلم واقعا نیاز بود، که مهمترین فیلم این فاز من نظر من بود، از نظر همه واقعا بود، چون کلا فیلم بود که نمیخوام زیاد اسپویل کنم. حالا واسه کسایی هم که ندیدید فیلمو ببینید، فیلم پرهیجان، فیلم واسه خورا که اصلا که تم دارک و نمیدونم خشکین و ترسناک دوستان، این فیلم از آثار MCU خوراکشونه، بهتون آدم پیشنهاد میکنم. در مورد قضیه اسپایدرمن ها که مطمئنم همتونم میدونید، در اسپویل هم حساب نمیشه بچه ها، این وسط بهتون بگم اسپایدرمنی بچه تو فیلم دکتر استرنج حضور نداشت، اینو مطمئنم خودتون میدونید و چون مثلا اگه میفهمید یه اسپایدرمن تو فیلم حضور داره، یه کلا تو هر فیلمی درجه تو رسانه ها درجه پخش میره، افکارش همه جا رو میترکون، مثل قضیه پشت صحنه و کارگردانی اینجور داستان است که اگه بفهمی یه بازیگر خیلی معرفی اومده یا یه کسی داره یه صحنه شورتی هم بازی میکنه دیگه قوقا به با میشه، چه بسا دیگه حالا فیلم بشید بشید نووی هوم بچه ها نتونست به اون خفنی و بزرگیش که این همه ست اسپایدرمن در کنارم بودن نگه داره از همون چند ماه قبل لو رفت. وای بالا این که بچه ها اگه بخواد کراسووری بشه توی یه فیلمی، حالا یه زارت داستان دیگه بشه دیگه، خودتون تا بگیرید. ببینید از اولین نفری بخوام بهتون بگم که بخواد با اسپایدرمن کراسووری بده و از همه بهش نزدیکتره، کاراکتر ونوم. بچه ونوم حالا میگید الان هنوز دنیاش مشخص نیست، نه با تام هالند نه با اندرو توبی، اینا هیچیش هم مشخص نیستش. اما بچه یه دار دست نگرده، من اون بالا بچه یه ویدیو هم واسه ساخته بودم که اصلا دنیای ونوم واسه تو مشخص کردم و طبق اطلاعاتی که بچه تو فیلم اسپایدرمن نو وی هوم آخرش ما دیدم بودیم، وقتی میره تو دنیای تام هالند برمیگره به دنیای خودش. یه سری علامت ها بچه هم تو فیلم دنیای ونوم ما دیده بودیم که حتی تو دنیای موربیوس هم بشه شد، که تو فیلم موربیوس بچه گفتش که I am Venom منظورش چیه؟ خب مسلمه ونوم رو حالا نمیتونیم اگه بخوایم خیلی اوکی هم مثلا فکر کنیم بگیم 100% هم تصمیم و نظر بدیم، بچه ونوم واقعا منظور دیگه بجز شخصیت ونوم نداشته، بخوادم نظر دیگه داشته باشه جریانات کلا فیلم موربیوس، استاد موربیوس ما تو دنیای اندرو گارفیلد میگذره و دنیای موربیوس از اونجایی که تو دنیای اندرو گارفیلد ویدیوش هم دادیم و اونو تحلیلش هم رفتیم، اگر اینجا بچه پاز نگرتون میدارم اگر اون ویدیو رو ندیدید حتما بابا بشید سر بزنید چون واقعا مهمه. از اون طرف هم بچه خب میتونیم نتیجه گفتم بگیم موربیوس تو دنیای اندرو، پس ونوم هم تو دنیای اندرو، این به کنار، یعنی اندرو و ونوم میتونن یه کراسووری داشته باشن چون امیزینگ اسپایدرمن 3 بچه همون جور که ما دیدیم تو خود فیلم اسپایدرمن نو وی هوم هم که خود 3 بار سونی تیزرش رو وقتی داده بود امیزینگ اسپایدرمن 3 شماره 3، این یه استرایک خودش یه اشتباه از قصد نمیشه و تو فیلمم خود بچه توی منگوره بازیگر اسپایدرمن توبی ما گفت 3 بار گفت شگفت انگیزی، که اشاره دقیقا به فیلم 3 امیزینگ اسپایدرمن داره که میتونه ونوم از اصلی‌ترین وینن اون فیلم باشه و کلن راه پیش برده داستان رو واسه همون جلو ببره. پس این تا اینجا نفر بعدی بچه ها که میتونیم تو کراسوور واسه هم با اسپایدرمن ببینیش و حضورش شاهد بشیم کسی نیست بچه جز بلک کت.
کلیشه‌ای خودمون که همونجوری که می‌شناسین که اولین حضورش هم باشه تو فیلم امیزینگ اسپایدرمن 2014 بود، این شخصیت به صورت خیلی شیک و مجلسی اومد با هری آزبورن، رستیارش بود و یه سری کمک ها بهش میکرد. دیگه مثلا فیلم همه تو دید، نیازی از این دیگه به توضیح نیستش بخوام سرتونم درد بیارم. از قضا ایشون شایعه شده که قراره فلیشیا رو ما ببینیم دوباره تو فیلم اسپایدرمن. حالا کدوم اسپایدرمن؟ اینش من نیست. ببینید، ما تنها اسپایدرمنی که فعلا در حال حاضر بلکتی که ما میدیم فلیشیا که ما دیدیم تو دنیای امیزینگ اسپایدرمن بود و خب اینش باحاله. یا میتونیم یه چیز دیگه هم بتونیم اینجا اشاره کنم. اگه بخوام یه فلیشیا دیگه این وسط ببینیم، میتونه واسه دنیای کی باشه؟ تام هالند باشه. حالا چرا؟ ببینید، من تو این ویدیو بچه‌ها نیومدم کلا فوکوس کنم رو دنیای اندرو گارفیلد. تمامی کاراکتری که قرار با اسپایدرمن باشه دیده بشه، بلکت بچه‌ها گزینه خوبیه واسه دو تا دنیای، هم اندرو هم تام هالند. واسه جفتشون احتمال زیاد نمیگم واسه کدوم بیشتر، چون فیلم امیزینگ اسپایدرمن 3 ساخته بشه و حتی یه فیلمی آقا بیان حضور بدن مثلا بر فرض مثلا اندرو گارفیلد خودمون، خب جالبه چون موربیوس بچه کاراکتر جلدتون یه پست گذاشته بود داد فیلمنامه موربیوس 2 زده بود که احتمال میدن فیلمنامه باشه و گرفته بود دستش یه چیزی میمانند یه توی اینستاگرامش بچه پستش کرده بود. خب این یعنی که بچه هنوز هم این داستان موربیوس ادامه داره. 100% میتونیم زودتر از اصلا امیزینگ سم مثلا اندرو گارفیلد خودمون رو ببینیم. از اون طرف هم بچه فلیشیا خودمون میتونه تو تاوانا حضور داشته باشه. چرا؟ بخاطر اتفاقات نومی هوم، همونجوری که تو آخرش ما دیدیم، کسی رو نمیشناسه و هیچی اون رو نمیشناسه، هویتش هیچی نمیدونه. بعد با ام جی هم که داستان ماستان شد و احتمال چیز ما میمونه واسه فلیشیا. یه کاراکتر جدید مثلا میتونن بیارن، یا مثلا یه تئوری دیگه هم دارم، اینکه فلیشیا دنیای اندروی که ما دیده بودیم تو سال 2000 شده اون بیاد سر قضای مثلا مولتیورسی، اونم مثلا انتقال داده شده به دنیا. خیلی غیر منطقیه ولی خب این احتمال هم هست اگه نخواد بازیگر فلیشیا جدید بیاره. اما بریم واسه نفر بعدی، مادام وب. مادام وب بچه‌ها همونجوری که میدونید یکی از دشمنان اسپایدرمنه و ایشون رو جزو یکی از خفن‌ترین ویلنایی که همیشه باش درگیر و کلا بازیگرش هم که به تازگی داکوتا جانسون معرفی شده و این بازیگر هم بچه واقعا بازیگر خوبیه واسه مادام وب، که حتی ایشون هم خودش به صورت هم استوری هم پستش کرد و کلا تایید شد، اما درباره حضورش هیچ صحبتی نکرد. اینکه آیا تو دنیای MCU و آیا تو دنیای اندرو گارفیلد به جریان میاد و حتی تو دنیای توبی مگوایر، این واقعا عجیبه. یادتون باشه مارول نمیاد واسه فیلم هایی که تو آثار گذشتهش بوده، مثلا یه چیزی مثل اولین فانتاستیک فور ما یه مثلا امیزینگ اسپایدرمن یه که ما که توبی مگوایر توش حضور پیدا کرده بیاد یه کاراکتر واسه اون فیلم بیاره، واسه دنیای توبی بیاره، چون الان بچه پرونده توبی مگوایر ما فقط به یه نفر که راستو بهش بستگی داره که اندازان یا به یک دو نفر که بیاد یه فیلم نهایی اساس بسازه، یا مرگ اون اسپایدرمن رو ببینیم، یا که کلا داستان به خوشی تمام شه دیگه اسپایدرمن توبی مگوایر پروندهش بسته شه بکنن و ساخته نشه، که میتونه اون دو تا حالت هم باشه واسه اسپایدرمن توبی. کی باشه؟ میتونه اسکورپیون باشه و کیوین شکارچی که جلوتر جزئی که حساب راست بهتون میگم. الان بچه مادام وب ما بخواد با این کاراکتر شخصیت خفن دیگه تو دنیا کمی ایشون بخواد وارد کار بشه و وارد داستان بشه، یه سری پیش نیازا داره که مارول میدید قبل هر فیلمی آماده میکنه. حالا احتمال من چیه؟ اینکه این شخصیت رو بیارن از قبل بر فرض مثلا تو سریال بلید به ما نشون بدن، یا مثلا چطور بهتون میاد تو سری آخر سریال میسیز مارول خب میان به ما نشون میدن و با این شخصیت بچه آشنا میشیم. نمیگم آقا همه چیزی رو به ما توضیح میده، فقط یه حضور کوتاه داره که میفهمیم ایشونه. یعنی چی؟ نه اینکه بچه خود مادم و بول لباس و سوت و کاستوم و کمیکیش ببینیم، یعنی اینکه بچه معرفی اینتردیوز یه کاراکتر رو ما مثلا تو همون شخصیت دراکوتو جانسون بازیگرش رو ببینیم تا اینکه تبدیل بشه و یازارت داستان دیگه. احتمال هم داره اصلا بچه تو خود مثلا موربیوس ما ببینیم بهش، یا مثلا تو سریال های جلوتر مارول ایشون رو مثلا بیان به صورت کاملی رو به مونشون بدن، با صورت و خفن کاستوم و خفن شیدرفه بیاد و به صورت ویلن ظاهر شه و دنبال اسپایدرمن بگرده. حالا اینکه بچه تو کدوم دنیاست اینو نمیتونیم مشخص کنیم، ولی از نظر من مادام وب میتونه ویلن دنیای تام هالند باشه چون بیشتر بهش میخوره از این ور. ولی خب ونومو بگم بلکت بیشتر واسه دنیای این رو میخورن چون بهشون واقعا نزدیک تره.
میریم واسه آخرین بچه ها گزینه از این کلاس اوورمون، کلاس اوورایی که قرار با اسپاده ما بدهیم که ببینیم شکارچی ما. ایشون بهتره بهتون بگم نه واسه انجون نه واسه تامولت مناسب نیستش و قرارن میسن نظرم بخواییم تو این دنیا ببینیم، مگه این که بچه مگه این که مارول، چون آخر اگه یادتون باشه نووی هوم وقتی اون بودهای دیمنشن داشت که باز میشد همه داشتن همه ویلن ها داشتن از میومدن تو دنیای ام سی او و بختر اسپایدرمن اینجا بودن، ما شخصیت گریبین شکارچی همه تو اون بالا میبینیمش که اینجا الان هزاران نوع تئوری پیش میاد که یا از دنیا اینه، هر نوع تئوری خودم میتونه بسازه، آقا برخواه میتونه دنیا تام باشه، انجرو باشه و تئوری باشه، ولی واسه چون توی مرگوی بچه الان دیگه پیر شده و دیگه نمیتونه و دیگه زیاد نمیتونه ازش استفاده کنه، واسه پاینده یه بچه این فیلم مثلا گفتن که گریبین شکارچی بچه میاد تو این فیلم خیلی هم خوبه، میاد ایشون باشی فایده خیلی حماسی و خیلی خفن میده، ما رو پرونده توبی مگوره باز همیشه میزه که یه پایان خوش و اندینگ خوبه هم میده، همونجور که تو نوبیان گفت من رابطم بهتر و رو به جلوتر دارم میرم و بعد با ام جی هم بهترم و خیلی اوکی شدم، ازدواج رو مچو نتون میتونیم تو فیلم اسپاید من 4 ببینی، سم ریمی هم خیلی ازش فیلم استقبال کرد گفته دوستم بسازم دیگه، شما تا تهشون برید تا تهش برید دیگه ببینید چه داستانیه. من که خیلی خلاصش هایی پهم و قراره فکرم داد دو سه سال آینده 100% نزدیکترین اسپایدر من ما که حالا تامالن که هیچی، اندرو گارفیل اگه بخوایم اسطوره خودمون رو ببینیم تا دو سه سال آینده حتما میبینیم، مامل به زودی بچه یه رونمایی خواهد داشت، فقط با منتظرش بشین دیگه. آره بچه خلاصش این بود از ویدیویی که ساختم، مرسی که تا آخر ویدیو همراهم بودید، حمایت بچه‌هایتون نره، لایک کامنت و سابسکرایب بکنید فراموش نشه، ویدیو بعدی بچه‌ها میبینمتون، خداحافظ.